سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به یوتیوب چنل هلتی فود ماستر. امروز ما طرز و طریق یک نوع آش ایرانی و افغانی رو براتون نشان میدیم. انشاءالله که خودتان بلد هستین و ما به طریقه خود نشان میدیم که چه قسم تهیه میشه آش و آل مواد لازمش براتون نشان میدیم. یک گلاس عدس، یک گلاس نخود، یک گلاس لوبیا و اینا آشش است که آشش آماده است، ایرانی است. و دو عدد پیاز و یک سه چهار تا سیر، پالک، نش پیاز، گشنیچ، نانا، یعنی این هم که از قرود سایده است، یعنی هم چکه است، یا هم نمک است که شما میبینین. و اینجا هم دو نوع نمک داریم و مرچ هم داریم، مرچ سیام هم دو نمک داریم، زرچوبه و تخم گشنیچ. یعنی ها هست مواد لازمش و آل ما برتان نشان میتیم که چه قسم تهیه میشه. خب دوستان عزیز، آل شروع میکنیم. پیاز پیاز خوب ریزه ریزه میکنیم. خب والی گاز روشن میکنیم. روغن میندازیم، هر قسم روغن که شما استفاده میکنین. و این روغن که است، روغن زیتون است، زیاد استفاده نمیکنیم، کم میپاتیم به خاطر که در صحت هم نقص داره. روغن هر قسم روغن که باشه در صحت نقص داره. خب ما چی میکنیم؟ اضافه میکنیم پیاز و سیره در داخل دیگ میپارتیم که زردش کنیم بخیر. پیاز ما برای سیر ما خوب حل شده، زرد شده. ما چی میکنیم؟ عدس اضافه میکنیم برای نش پیاز. دستم پاک است. همراه نش پیاز یکم هم میزنه میشه و آشتی رو بگیرم دستم دست بوده. این خوب هم که دادیم آلو میپاتیم مصاله شد. نیم قاشق، نیم قاشق غذاخوری در چوبه میپاتیم. یکم اضافه هم پرتیم، مسئله نیست. تخم گشنی می پرتیم. سال مساله کمی می پرتیم، تعمش خوبش بده. و نمک در یه دهنه می کنیم. نمک بس است. و مرچ سیاه و یکم هم شیلی فلیک میپاتیم. یا را کلش هم میزنیم.
برای پای نقایی هم میزنیم. خوب شورش میتیم. شما ببینیم با چی شکل رنگ کشید. یا خوب شده یا خوب شور میتیم. این آنی چی کار داره؟ آب میپرتیم سرش. در آبش هر چه خواهد زیاد پرتیم تو زیاد هم نه یا نه که به اندازه خودتان آب میدازیم. ما یک کارش میدازم آبا و برای یک پنج دقیقه میمانیم. بعد از پنج دقیقه دیگه ما باداشه آهسته آهسته اضافه میکنیم که بعد براتان انشالله نشان میتیم. حالا میمانه بشه برای پنج دقیقه. سرش را می بندیم برای پنج دقیقه. خب حالا می بینیم که نرم شده. به 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 ماشاءالله. خب چی میکنیم؟ او باز اضافه میکنیم و دیگه موادش می پرتیم. خودا میپرتیم نه خودا میره داخل دیگ. لوبیا را میپرتیم. پالک شما میپرتیم. باز هم برتر بگم دست خود شوشتیم. دستیم پاک است. گشنیج میپرتیم. و نعنا را میپرتیم. نعنا را یک خوب از دفعه شور میتیم مخلوط شود. یک خوب مخلوط شده کمی نرم شده. باز در آخر آش را میپرتیم. چون در اینجا زمستان است، ما در انگلند زندگی میکنیم. زمستان است، سرد هم است و شرایط کرونایی هم است. دیگه بیرون هم رفتن نمیشه بخاطر قرنطین است و ما مجبور از نیمی غذا استفاده کنیم که انشالله از کرونا در امان باشیم. و دوستای عزیزم که در هر جای دنیا که در زندگی میکنن انشالله که از هر مرض و خصوصا از این کرونا لعنتی در امان باشند انشاءالله. خب سرش بسته میکنیم برای پنج دقیقه. خب حالا یک دفعه سرش باز میکنیم که ببینیم چه خبر است. یا میگه جوش آمده. یک دفعه یک ساعت میمانه. حالا چی میکنیم؟ یکم نگام آب اضافه میکنیم چون آبش کم است. آبش کم است. آبش اضافه میکنیم. باز یک شور میتیمش. حالا چی میکنیم؟ قروت اضافه میکنیم. بعد از اینکه قروت اضافه کردیم حالا چی میکنیم؟ خود آش رشته را میپرتیم. آش رشته ما آش رشته ایرانی است. بسیار خوبش میره. درست میکنیم وسطش میپرتیم به شکل. بازی هم میزنیم یعنی شور میتیمش. خوب
غرق شود داخل آب نرم شود. سرش پود میکنیم برای دو دقیقه وارد خوب دوستان عزیز حالا میبینیم که آش ما در کجا رسیده. واه 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 ماشاءالله آش ما دیگه آماده است. خب حالا زیر زیر ما گاز گل میکنیم میرم به سراغ پیاز. پیاز زرد میکنیم. پیاز زرد میکنیم چون پیاز میره در سر آش باز برای دیزاینشام برای مزهشام اضافه میکنیم. پیاز میمونیم که خوب رنگش زرد شود کم سرخ شود باز وقت نوبت سیر است. خوب دوستان عزیز این پیاز ما دیگه زردش کردیم یک کمی میمونه که کمی کرسپی شود چون هم کرسپی که نباشه باز خصم نر که باشه مزه نمیده دیگه فقط یک 20 ثانیه دیگه میمونه میشه یه خوب شور میتیم که بعد سر آش که پرتیم یک مزه خاص دارم. خب خیال که زیر گاز گل میکنیم یام شده یه را میزنیم میکشم از اینجا در یه را فشار میتیم که خوب روغنش برای خب دوستان عزیز اینا رو پیاز هم سیر میدادیم. پیاز هر شد سیر میپرتیم. سیر دیگه بسیار زرد نمی کنیم. فقط یک کم که نرم شد برای یک کم نرم که شد دیگه میکشیم دیگه مثل پیاز باره ضرورت نداره که بسیار سرخ شد یک کم نرم شد میمونیم برای یک دقیقه. و اینجا آش ما آماده شده
یه جای شما دوستا خالیست. دوستا عزیز سیر هم آماده است. دیگه زیر زیر هم گل میکنیم دیگه. یا هم خرشت از زیرش گل میکنیم. این هم میکشم بر. خب دوستان عزیز حالا دیگه آشم آماده است انشاءالله میگذارم یک سو خواهی ببینیم که چه قسم شده بح 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 بح. امروز ما در انگلند دیگه میکنیم امروز بعد اخم برف هم میباره در امروز برفی همی آش خب این در طرف وانا میره بکشم شکیش هم بکنیم و قاشق بگیرم این شکیش هست یا پیازش که سرخ کرده بودیم و یا سیرش است دوستان عزیز امید است که تاییدم ما را همراهی کرده باشین و خوشتان آمده باشه از این تهیه هاشه که امروز براتان پخته کردیم امروز چون من گفتم که به انگلیس برف هم میباره و در این روز برفی همی آش و خیالم که تایمینگش بسیار خوب است بازم دوستان عزیز اگر خوشتان آمد چینل ما ضرور سبسکرایب لایک شیر بکنین و باش ما بیرون هم براتان نشان بتم که بیرون برف میزنن خب ببینیم که حالا آش ما به چی شکل آمده این چمچه هم دوست عزیز از افغانستان مخصوص برای ما آش آوردیم
اگر خودم تعریف کنم خوب است. واقعا اگر شما می بودین دوستا مرا دانو را می دادین. بازم تشکر تاییدم که ما را همراهی کردین. اگر که برنامه ما خوشتان آمدن ضرور لایک، شیر، سابسکرایب یادتان نره. نام چنل ما است هیلتی فود ماستر. تا دیدار بعد خدا حافظ نگهدارتان.